میدم. من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این برای ملیون ایران و خود دکتر مصدق، قیام سیوم تیر و روی کار آمدن مجدد دولت مصدق پیروزی درخشانی بود بر دربار و دولت انگلستان. یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطل زده و مزار ابدی شهدای سیوم تیر یک نموده جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد. دکتر مصدق برای احساسات مردم و افکار عمومی اهمیت بسیار قائل بود. هموطنان عزیز، یک عطر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی و اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم پیچیده است. اما آنگونه که دکتر کریم سنجابی میگوید، دکتر مصدق تکیه بر افکار عمومی را بر تشکیل حزب و داشتن تشکیلات منسجم ترجیح میداد. فکر مصدق این بود که مردم، افکار عمومی مردم به طور غیر متشکل از او پشتیبانی کنند. با حزب زیاد عقیده نداشت. با باطن امرش عقیدش این بود که حزب وقتی بزرگ بشه سیاست های خارجی درش دست می اندازه و این را فاسد و ضایع می کنه و بنابراین معتقد بود که همیشه افکار عمومی غیر متشکل در خیابانا ظاهر بشه و از اون پشتیبانی کنه، متکی به توده غیر متشکل مردم باشه. فشار انگلستان در جلوگیری از فروش نفت توسط ایران و تحریمات اقتصادی به گفته دکتر سیف پور فاطمی در اقتصاد ایران اثر محسوس داشت. تحریمات اثر زیاد در داخل ایران داشت، برای اینکه نه فقط از یک طرف دولت ایران از درآمد نفت محروم شد، از طرف دیگر در هر ماه میلیون ها مخارج نگاهداری شرکت نفت و حقوق افرادی که در اونجا مشغول کار بودن دولت مجبور شد بپردازد و از طرف دیگر پولهای زیادی که در انگلستان داشت نمیتوانست از اونها استفاده بکند. این بود که بحران شدید اقتصادی در کشور پیدا شد. به جز فشار خارجی، اختلافات سیاسی داخلی هم دولت مصدق را تضعیف میکرد. در مجلس 17 جناح جبهه ملی مانع از انتخاب مجدد آیت الله کاشانی به ریاست مجلس شد و به گفته مهندس مهدی بازرگان سرانجام آیت الله کاشانی راه خود را از مصدق جدا کرد. مرحوم کاشانی هم خب اول آمد، ولی بعد که اونطور که دلش میخواست که شخص اول باشه و قدرت و همیشه در دست او باشه و او گرداننده باشه و از اون راه به سا حاکمیت رو بگیره، به اون منظور وقتی نرسید و مخصوصا انتخابات مجلس شورا که شورای ملی صورت گرفت برخلاف انتظار عنوان رئیس انتخاب نکردن اصلا برگشت.
و از این گذشته به گفته دکتر کریم سنجابی، دربار و حزب توده نیز مدام علیه جبهه ملی و دولت دکتر مصدق اقدام می کردند. هر جا جبهه ملی سر بلند می کرد و مردم بهش توجه می آوردن، دستگاه شاه سرپوش می کرد و قدرت عمل ازش می گرفت. از طرف دیگر عوامل چپی در هر جا که می دید جبهه ملی تظاهر می کنه علیه او قیام می کردند. این بود که دستگاه توده هم و نیرویی که مافوق توده بود، یعنی روسا، کوشش می کردن با وسایلشون جبهه ملی را یا کوچک نشون بدن، کارهایی که می کنن سکوت در برش اختیار کنن، یا اینکه اگر حرفی بزنن به صورت خلاف واقع و توهین آمیز و شکرنده و خورد کننده باشه. یک ماه پس از قیام سیوم تیر و روی کار آمدن مجدد، دکتر مصدق که اختیارات موجود را برای نخست وزیر کافی نمی دانست تا اصلاحات مورد نظر خود را آغاز کند، برای 6 ماه از مجلس اختیارات فوق العاده گرفت. چون اقدام به اصلاحات مستلزم سرعت عمل و داشتن قدرت و اختیار بود، از مجلس کسب اختیار کردم. از ابتدای دوره 6 ماه اختیارات دولت این جانب تا اونجا که مقتضیات و استعداد محیط اجازه میداد، برای اینکه بتواند به موازی مبارزه خارجی اصلاحات داخلی را نیز شروع کند، قوانین و مقرراتی را به موقع اجرا گذاشت که هرگز در ایران سابقه نداشت. تجدید این اختیارات پس از 6 ماه بر تشنج سیاسی در کشور افزود. رابطه دکتر مصدق و شاه تیره تر شد. دکتر مصدق و شاه در جلسه طولانی اوضاع را بررسی کردند و به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی، شاه قصد داشت از کشور خارج شود. شاه به مصدق پیشنهاد کرد که من برای مدتی حاضرم از ایران خارج بشم. مصدق با این فکر موافقت کرد و در نتیجه بعد از اون که وسائل مسافرت او را فراهم کردند، قضیه 9 اسفند پیش آمد که در نتیجه عده زیادی اطراف قصر شاه از طرفداران شاه، مخصوصا چون در اون موقع بین مصدق و اطرافیانش و دوستانش از قبیل کاشانی و مکی و دیگران اختلافی پیدا شده بود، این افراد تحریک کاشانی و بهبهانی و نظامی هایی که در اون موقع دکتر مصدق اونها را بیکار کرده بود، اطراف قصر شاه جمع شدن و حتی خیال حمله به مصدق داشتن که به خانه او حمله کردند و مصدق در مجلس حاضر شد و 2 مرتبه شهر را آرام کرد. ولی از آن روز به بعد دیگر هیچ راه حلی بین اختلافات دکتر مصدق و شاه و اطرافیانش پیدا نشد. و از طرف دیگر به گفته سر دنیس رایت، یکی از سفیران پیشین انگلستان در ایران، دولت انگلستان هم راهی برای توافق با دکتر مصدق نمیدید. Quite simply that we tried to reach agreement with him, and he was a man, if you read the history of those oil negotiations with Mossadegh, which took part partially in ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید، می‌بینید که مصدق مرتباً موضع خود را تغییر می‌داد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید. البته مسئله غرامت در میان بود. ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم، ولی می‌گفتیم که باید به ما غرامت منصفانه پرداخت شود، اما مصدق زیر بار نمی‌رفت. دولت امریکا در آغاز با نهضت ملی نظر مساعد داشت، اما روابط دکتر مصدق با امریکا هم پس از روی کار آمدن جمهوری خواهان و آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور تیره شد و به گفته فؤاد روحانی، از نظر امریکا هم مصدق باید برکنار می شد. در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق، حقیقتاً امریکایی‌ها به این فکر افتاده بودن که ایران داره کمونیست میشه. یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از 1.5 سال این نقشه رو انگلیس‌ها تعقیب کردن، با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد و حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری‌خواه، تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
از هر سو عرصه بر دولت دکتر مصدق تنگ تر می شد و آنچنان که دکتر سیف‌پور فاطمی می گوید مصدق روی حمایت مجلس هم دیگر نمی توانست حساب کند. از یک طرف حکومت دکتر مصدق در اون موقع خیلی ضعیف شده بود، در مجلس مخالفین کار را به جای رسانده بودند که دیگر هیچ عملی از طرف مجلس صورت نمی گرفت. این بود که عده‌ای از وکلای طرفداران او استعفا دادند. مصدق هم بعد از اینکه اینها استعفا دادن اعلام کرد چون دیگر وکلای مجلس استعفا دادن بنابراین کار مجلس به پایان رسیده است و دو مرتبه انتخابات عمومی و رفراندوم در مملکت شروع خواهد شد. از طرف دیگر امریکایی ها که تازه حکومت عوض شده بود و حکومت به دست ایزنهاور افتاده بود و خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به مرحوم اللایار ساده و به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید، تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این است که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد تازهی برای نفت با حکومتی که بعد از اون سر کار می آید انجام بدهند و بنابراین شاه را تحریک کردند که حکومت مصدق را منفصل بکند و فرمان را به اسم سردشکر زاهدی که در حکومت مصدق سابقا صفت وزارت کشور را داشت صادر کنه. اما انحلال مجلس نه تنها مشکل دکتر مصدق را حل نکرده بود، بلکه به گفته دکتر کریم سنجابی آخرین نهادی را که بالقوه می توانست حامی دکتر مصدق باشد خود او از بین برده بود. رفتم خدمت ایشان گفتم آقای دکتر مصدق راجع به انحلال مجلس من فکر کردم به عقیده من این عمل صحیح نیست. گفت چرا؟ گفتم آقا حکومت را سه قوه نگه می داره. یکی قوه نظامیه، یکی افکار عمومی ملت، یکی قوه قانونیه. اما قوه نظامی را واقعا شما ندارید، نظامی ها با شما همراهی نمی کن. اما افکار عمومی را شما دارید، ولی این افکار عمومی مثل افکار عمومی دو سال پیش نیست، خسته شدن، دو سه سال بلا تکلیف موندن، تودهی ها رو گرفتن، در میان خودمان اختلافات افتاده، یک عده از رفقای ما علیه ما برگشتن، افکار عمومی را مردد کردن. با وجود این افکار عمومی را شما دارید، ولی افکار عمومی برای آوردن حکومت خوبه، ولی برای نگاهداری مرتب پیوسته این کافی نیست. میمونه قوه قانونی. قوه قانونی هم از دو قوه مرکب، شاه است و مجلس. اما شاه با شما مخالفه، بنابراین حالا مجلس میمونه. اگر مجلس را منحل کردید دیگه چی مرد باقی میمونه؟ این مجلس اکثریتش مجبوراً به شما رأی خواهد داد و شما نترسید، مجلس جرأت نمی کنه علیه شما رأی مخالف و مجلس را منحل نکنید. بعد ایشون به من گفت آه شما پریشانگویی میکنید، یه قدری ناراحت شد. گفتم آقای دکتر مصدق، شما اگر مجلس را منحل کردید یا با یک کودتا یا با یک فرمان عزل مواجه شدی چه اقدامی خواهید کرد؟ خلاصه این حرفا رو منو مصدق زدم. اطلاع دارم رفقای دیگرم که با بیش دکتر معظمی بهش مخالفت کرده بود، شایگانم مخالفت کرده بود، ولی مصدق پیشش موجه شده بود که این مجلس به رأی مخالف خواهد داد و بعد به وسیله همین مجلسی که خودش انتخاب کرده یک قراردادی مخالف قانون ملی شدن نفت بس خواهد کرد. به هر صورت مصدق به نظر بنده یک اشتباهی بود در انحلال اون مجلس که وسیله شد برای اینکه کودتا و فرمان عزل رو فراهم بشه. گرچه مقدمات واقعی 28 مرداد 1332 از مدتها پیش فراهم شده بود، به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی تعلل دکتر مصدق هم به پیروزی آن کمک کرد. واقعا به این طور اتفاق افتاد که ابتدا چه به 25 مرداد از طرف گارد شاهنشاهی
دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و دو نفر دیگه از یاران مصدق را توقیف کردن، بعد خواستن خود دکتر مصدق را توقیف بکنن، چون قبلا دکتر مصدق مطلع شده بود گارد منزل دکتر مصدق نصیری را که مأمور توقیف او بود به حبس انداختند و شاه هم فرار کرد. برای 3 روز دکتر مصدق قدرت در دستش بود. متاسفانه دکتر مصدق نجنبید و در اون 3 روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده‌ای‌ها نمایشات دادن و مجسمه‌ها را پایین آوردن. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرن. این بود که روز 28 مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند. و البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتند که وضعیت خیلی وخیم است، من فکر میکنم که در آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها در دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق بدین ترتیب ساقط شد. نه تنها خود دکتر مصدق بلکه بسیاری از یاران او و از جمله مهندس مهدی بازرگان هم که در آن زمان رئیس سازمان آب بود، در آغاز با تحولات آن روز با ناباوری روبرو شدند. صبح زود رفته بودم پیش مدیر کل بانک ملی که تأمین اعتبار از محل وام قانونی برای کارهای سازمان آب بکنیم. اونجا که بودیم از خیابون فردوسی پایین سر صدای یه مختصری دیدیم، از بالا که نگاه کردیم دیدیم یه ده عوازل اوباش جلوشون هم یه ده بچه های عمدن پابرهنه و پیرن پاره با چوب دستی های کج و موبج را افتاده بودن و شعارهایی به نفع شاه میدادن. خب ما هم که خندیدیم و یعنی مدیر کل بانک هم اطلاع نداشت که چه خواهد شد. من برگشتم به سازمان آب، شاید یه ربع نیم ساعتی نگذشته بود که باز دیدیم سر صدا در خیابون صابون نادری، البته اینکه محل سازمان آب بود. پایین که نگاه کردیم دیدیم بله جیپ های شهربانی که به سرعت به طرف راست و چپ میرن و سربازایی هم مثل اینکه مأمورن کارایی میکنن و تو مردم هم مردم مأمور شده جنجال و هیاهوی هست و بعدم رادیو خاموش شد و برنامه‌اش منقطع کرد و ما فهمیدیم که قضایای شومی در پیشه. دکتر کریم سنجابی، یکی دیگر از همراهان نزدیک مصدق، خود به چشم خود شاهد سرنگونی دولت مصدق بود. من اون روزی که کودتا شد منزل مصدق بودم با رفقای دیگر. تقریبا 1:30 بعد از ظهر یک عده مهمان داشتم منزل و اونا خبر دادم، چون خبر داده بودن به من که یه عده آمدن خانه مرا بچاپ. و اونا خبر داده بودن که یک جای دیگری در پشت دانشگاه بیان اونجا مرا ببینن. این بود که ساعت 1:30 بعد از ظهر از رفقایی که دور و بر مصدق بودن خداحافظی کردم و بیرون آمدم و رفتم اونجا صحبتای کردم با اونا و در این بین خبر رادیو که گرفتیم از رادیو خبردار شدم که از حکومت مصدق به هم خورده، دیگه برای من برگشتن به اونجا ممکن نبود، از اونجا پنهان شدم. و به این ترتیب دولت دکتر محمد مصدق ساقط شد و شاه دوره اقتدار خود را آغاز کرد. اما خاطره این واقعه هرگز شاه را رها نکرد. دولت عاجز وقت که عملا با توده‌ای چون در هر جبهه‌ای شکست خورده بود همکاری میکرد، روز 25 مرداد که در خلاف تمام اصول قانون اساسی ایران شروع به یاریگری کرد، به طور دیگر واضحی
ائتلاف اونها با توده ها روشن شد. اتفاقا من تابستانش در سعدآباد زندگی میکردم و خبرهایی که میرسید از نقشه هایی به توسط توده ها کمونیست ها حکایت میکرد و برای حفظ این محل 4 تانک مأمور شده بودند که حتی قبل از وقایع 25 مرداد تانک ها منتقل شدن برای حفظ مقر این دولت یاقی. من خودم شخصا در کلاردشت بودم و از دور ناظر جریانات. همونطوری که در کتاب مأموریت برای وطنم نوشتم، پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنند. اون موقع شاید غیر از این چاره نبود. یه دیگه گفتند که چرا اصلا اینقدر سب کردید، چرا قبلا عمل نکردید، ولی شاید جریانات اون زمان غیر از این اجازه نمیدن. ملت ایران هم انتخاب خودش را کرد و با قیام مردم و پیرستن قوای مسلح اون بساطه به هم زدن. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.